سلام، اینجا پلاتو و ما با یک ویدیوی دیگه همراه شما هستیم. ساشا صبحانی از تجاوزی که در کودکی به اون شده خبر میده و جزئیاتی از ماجرا رو هم شرح میده. پس اگر دوست دارین بدونین که اون چه اتفاقی براش افتاده تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین. اما قبلش فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشین. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنین. افشاگری ها در مورد تجاوز که سر نخش از ریحان شروع شد همچنان ادامه داره. بعد هم دیدیم که چند تا خانم دیگه هم این نخ رو گرفتن و تو فضای مجازی افشاگری های از ماجرای تجاوز داشتن. اسم هم آوردن تا همه بفهمن اون شخصی که مرتکب تجاوز شده کی بوده تا بتونن اونو بهتر بشناسن. حالا زمانی که انتظار میره ادامه این نخ رو یک خانم دیگه به دست بگیره و باز افشاگری بر علیه یک مرد داشته باشیم، اتفاق متفاوتی میفته و ته نخ این بار میرسه به یک مرد. یعنی دیگه فقط خانوم ها نیستن که از تجاوز پرده برداری میکنن و حالا آقایون هم به این جمع اضافه میشن که این بار نوبت به ساشا میرسه تا از مورد تجاوز قرار گرفتن خودش اون هم در بچگی پرده برداری کنه. از اونجا که سوژه روز شده خبر از تجاوزها، یک رومم تو کلاب هاوس راه میفته تا هر کسی که دوست داره بیاد و اونجا افشا کنه که چه اتفاقی براش افتاده. از قضا ساشا هم به عنوان یک دانشمند و کارشناس مسائل تجاوز در این روم شرکت میکنه. اما بعد از شنیدن داستانهای مختلف در مورد تجاوز دیگه تحملش تموم میشه و از ماجرای تجاوز یک راننده تاکسی به خودش صحبت میکنه که معتقده خیلی هم داستان جالبی بوده. آقا من خودم بچه بودم یاد نرفته بود رو زیر زمین برده بود. من یه بار یه راننده تاکسی میخواست من تجاوز کنه ایران که بودم. خب تعریف کن برام آفرین، چه چیز جالبی. خیلی جالب، بچه بودم فکر کنم مثلا 10 سالم بود اینا، میخواست منو ببره یه جا دیگه، منم خودم فهمیدم که داستان غم انگیز یادم باشه. با اینکه ماجرا از نظر خود ساشا خیلی جالب به نظر می رسیده، ولی خجالتی بودن اون ما نمیشه تا راحت صحبت کنه و کلا روش هم نمیشه بگه چه بلایی سرش اومده. البته غیر از ماجرای تاکسی ماجرای دیگه ای هم بوده، پس حالا بهترین وقت برای اینکه ساشا خودشو تخلیه کنه. تو حرکت کردی راستشو بگو، اگر به تجاوز کرد، اگر چیزی بود الان میتونی بگی، خودتو خالی کنی، راحت میشی. به نظر من نمیشه حقیقتا بگم ناصر. بگو جان من، بگو تو که مزرعه چیزو گفتی، یه سری مزرعه بلالو گندم بود، مزرعه گندم چی بود داستانش با این موضوع تاکسی؟ ساشا خیلی دوست نداره کسی از ماجرای تجاوز به اون در بچگی، اون هم توسط یک راننده تاکسی، خبردار بشه. اما بقیه توی روم بی خیال ماجرا هم نمیشن. پس ساشا باید تعریف کنه چه اتفاقی افتاده، ولی میخواد زمان اینو بگه که هنوز روم شلوغ نشده. داداش حقیقتاً 10 سالم بود. خب من اون موقع بچگی رزمی کار میکردم، کاراته هم میرفتم. یو بله آره یو سوار تاکسی هم جلو هم میشستم، از اوین درکه خونه خالم میخواستم برم کردستان. نه کشور میتونی استوب کنی ساشا جان یه لحظه، روم بشه بالای بزن، این خیلی موضوع قشنگه. من همه باید بفهمم به من داشتن تجاوز. این ماجرای تجاوز انقدر روی روحیه ساشا تأثیر داشته که دیگه نتونسته به اون ساشای قبل برگرده. پس بعد از این ماجرا دوره افتاده تا از همه انتقام بگیره. اتفاقا حاصل این انتقام جویی هم برای اون یک دختر کوچولوئه که حالا ساشا در به در دنبالش میگرده تا شاید نشونی ازش پیدا کنه. ولی افسوس هم میخوره که چرا هیچی از دختر کوچولوش نمیدونه. آقا چه اشکالی داره بچه؟ منم بچه دارم، چه اشکالی داره؟ آره ساشا هم یه دختر داره. بچه خیلی همه فکر کنم کنجکاو هم اینکه راجع به بچه چیزی بدونن. ساشا جان اگه میتونی خودت برام توضیح بدی. ماجرا بچه چیه؟ داداش من خودم راجع به بچه‌م زیاد نمیدونم. آقا یه دختره. تو پای صحبت میکنم بچه من یکی رو میشناسم که میدونه، میخوای بیارمش؟ ولی میدونم که بچه داره. ساشا با این افشاگری خودشو راحت کرد و دیگه هیچ باری روی شونش سنگینی نمیکنه و اون چیزی رو که سالها قبل باید میگفت رو الان جلوی چند صد نفر آدم فریاد میزنه.
البته گفتن ساشا با ریحانه و بقیه یک فرق اساسی داره، چون در مورد همه اونهایی که تا الان افشاگری کردن، فردی که مرتکب تجاوز شده شناخته شده است، یعنی پیج رسمی برای خودش داره یا فرد مشهوری بوده. ولی در مورد ساشا چون با یک شخص عادی سر و کار داره، کارش برای افشای اسم اون فرد سخت میشه. یعنی احتمالاً از فردا ساشا باید راه بیفته دونه دونه تاکسی خطی های اوین رو پیدا کنه تا ببینه کدومشون بودن، تازه اگر شانس بیاره خطش رو عوض نکرده باشه، اگر نه کار سخت‌تر هم میشه و اون برای اینکه افشا کنه اون فردی که بهش تجاوز کرده کی بوده، باید کل تاکسی خطی های تهران رو یه سر بره تا اون شخص رو پیدا کنه، که حتما شما هم با ما موافقین که انصافا کار خیلی سختیه. حالا نظر شما در مورد این اتفاق چیه؟ جدی جدی ساشا بهش تجاوز شده یا نه؟ لطفا نظرتون رو برای ما کامنت کنین.